ولنتاین در افغانستان چگونه گذشت؟ لطفاً ما را همراهی کنید. ولنتاین یا روز عشق برابر با 14 فوریه یا 25 دلف در جهان جشن گرفته می شود. این روز یکی از روزهای مهم در تقویم تجاری جهان هست. اما در پشت جنبه های تجاری روز ولنتاین، تاریخچه جالبی وجود دارد که به دوران روم باستان می رسد. ولنتاین اگرچه ریشه در فرهنگ مسیحی داره، اما در دهه های اخیر در بیشتر کشورهای جهان از جمله افغانستان رواج یافته است. عاشقان در افغانستان هم با تحفه دادن به یکدیگر از این روز تجلیل می کنند. برخی از گلفروشی ها با فرش کردن سرک از گل های رنگارنگ و به ویژه رنگ سرخ کوشش بر فروختن بیشتر گل هایشان دارند. در این روز بازار پوکانه های هوایی با جمله I love you هم بسیار داغ هست. شیرینی فروشی ها هم فایده زیادی از این روز می برند. کیک های مناسبتی ولنتاین زودتر از وقت به فروش می رسد. اما بیاین سری بعد تاریخچه این روز بزنیم. مردم روم در نیمه ماه فوریه جشنی داشتن به نام لوپرکالیا که برای آنها به طور رسمی شروع فصل بهار بود. روز ولنتاین مصادف با روزی در سال هست که به عشق و باروری مربوط هست. این روز در روم باستان و شهر آتن قدیم روز ازدواج خجسته زئوس با هرا و همچنین جشن بزرگ داشته لوپرکاس خدای باروری بود. کاهنان و روحانیان لوپرکاس مراسم تطهیر خاصی را اجرا می کردن و در این مراسم بزها را در راه خدا قربانی می کردن. و بعد از نوشیدن شراب در سرکای روم می دویدن و پوست بزها را در دست می گرفتن و آن را به هر کس که می دیدن می زدن. این مراسم با هجوم انبوهی از زنان جوان ادامه پیدا می کرد که به سرک ها می ریختن چون باور داشتن اگر این پوست به آنها بخورد توان باروری آنها افزایش پیدا می کند و زایمان های راحت تری خواهند داشت. تردیدها و گمانه هایی در مورد تاریخ دقیق اجرای این مراسم وجود دارد. رسم این بوده که در این مراسم پسران نام دخترانی را از جعبه بیرون می آوردند. آنها در طول مراسم و جشن دوستان یکدیگر می ماندند و گاهی هم کارشان به ازدواج می کشید. بعدها کلیسا خواست این جشن و مراسم را به صورت جشن مسیحی در بیاورد و از این رو تصمیم گرفت تا با استفاده از آن یادی هم از قدیس ولنتاین بکند. بعضی از تاریخ نگاران معتقد هستند که در پایان قرن پنجم پاپ جلازیوس اول در تلاش برای اصلاح این جشن باستانی رومیان و مسیحی کردن آن 14 فوریه را روز ولنتاین نامید. کم کم مردم نام قدیس ولنتاین را برای بیان احساسشان نسبت به کسانی که دوست می‌دارند و عاشق هستند استفاده کردند. اما قدیس ولنتاین که بود؟ افسانه های زیادی در مورد ولنتاین بر سر زبان ها هست، اما بیشترشان باید ساختگی باشند. باور عمومی در مورد قدیس ولنتاین این هست که او از روحانیان روم باستان در قرن سوم میلادی بوده. جشن های روز ولنتاین با افسانه مخلوط شدند. انگیزه وجود چنین روزی و حتی وجود خود قدیسی به نام ولنتاین در حالی از شک و تردید قرار دارد. با توجه به اینکه حداقل 3 قدیس با چنین اسمی وجود داره، این موضوع چندان عجیب نیست. اولین اعلام رسمی ولنتاین در 14 ماه فوریه را پاپ جلازیوس اول در سال 496 میلادی به یاد بوده جان باختن این کشیش رومی قرن سوم انجام داد. اما اطمینان نداریم که پاپ جلازیوس این روز را به افتخار کشیش قرن سوم میلادی اعلام کرد یا یکی از 2 کشیش دیگر که در راه دین کشته شده بودند. یکی از آنها اسقف شهر اینترام نبود و دیگری تا جایی که می‌دانیم همراه با چند نفر از همراهانش در آفریقا کشته شد. اطلاعات بیشتری در مورد این 2 قدیس که ولنتاین نام داره نداریم و این کشیش روم باستان در میان این 3 ولنتاین از همه بیشتر مشهور شده بود. اما چرا این کشیش رومی معروف شد؟ باور بر این است که دلیل شهرت این کشیش جوان این بوده که در سال 270 میلادی از امر امپراتور کلادیوس سرپیچی کرد و به طور مخفیانه مراسم ازدواج زوجهایی را در شهر برگزار کرد.
امپراتور کلادیوس گفته بود که مردان متأهل سربازان خوبی نیستند و به همین دلیل مانع ازدواج مردان جوان شهر می شد. اما اسقف ولنتاین بر این باور بود که ازدواج بخشی از خواست و اراده خدا هست و او به نام عشق شروع به انجام مراسم ازدواج مخفیانه میان جوانان و گاهی حتی بین نوجوانان 12 ساله کرد. موفقیت او باعث شهرت ناخواسته شد که منجر به مرگ اسقف ولنتاین شد. او زندانی و در نهایت گردن زده شد، اما پیش از آن عاشق دختر زندانبان شد. میگویند شب قبل از اعدامش اسقف یادداشتی برای آن دختر جوان نوشت که آن را از طرف ولنتاین تو امضا کرد. اولین تبریک و پیام ولنتاین بود. هرچند این داستان خیال پردازان زیبا هست، اما بعید است که واقعیت داشته باشد. چنین داستانی در توضیح ریشه روز ولنتاین در طول سالها شاخ و برگ بسیاری پیدا کرده است. بیننده های عزیز، به نظر شما تجلیل از ولنتاین کار درستی هست یا خیر؟ شما می توانید نظریات خودتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.